بعد از انتقال رونالدو به النصر، هواداران الهلال کمپینی رو برگزار کردن و توی این کمپین از مدیران تیمشون خواستن هر طور که شده مسی رو به الهلال بیارن. شاید این کمپین اون زمان مضحک به نظر می رسید، ولی با نزدیک شدن به آخرای فصل و تموم شدن قرارداد مسی با پاریس سن ژرمن، همچنین نشست‌های مختلفی که مدیران الهلال با ایجنت مسی داشته، این شایعه داره به واقعیت نزدیک میشه. توی این ویدیو قراره به بررسی جوانب مختلف این انتقال بپردازیم. روزنامه مارکا مدعی شد که سران دولت عربستان خوشبین هستند که لیونل مسی راهی الهلال میشه. در شرایطی که هنوز وضعیت لیونل مسی برای فصل بعد نامشخصه، روزنامه مارکا مدعی شده که مدیران ورزشی و سیاسی عربستان به جذب فوق ستاره آرژانتینی امیدوارند و گذر زمان هم روز به روز این امیدها رو به حضور کاپیتان آرژانتین در خاورمیانه افزایش داده. در گزارش مارکا اومده تقویم رو به جلو پیش میره و خوشبینی هم افزایش پیدا میکنه. عربستانی‌ها متقاعد شدن که لیونل مسی قراره که در چند روز آینده و به محض پایان فصل در فرانسه بازیکن الهلال بشه. این پیشنهاد از هفته‌های اول ژانویه روی میز بوده و با توجه به پاسخ مثبت بازیکن آرژانتینی، امیدواری رهبران سیاسی و ورزشی این کشور عربی افزایش یافت. اونا هیچ تردیدی درباره حضور مسی در الهلال ندارن، همونطور که در مورد کریستیانو رونالدو و حضورش در النصر هیچ شکی نداشتن. دولت عربستان میخواست دوئل مسی رونالدو رو تکرار کنه و طبق اخباری که از ریاض منتشر شده، این آرزو بسیار نزدیک به واقعیت به نظر میرسه. پیشنهادی که مسی دریافت میکنه بالاتر از پیشنهادیه که توسط فوق ستاره پرتغالی امضا شده و کمی بیشتر از 300 میلیون یوروه. حضور تعداد بیشتری از بازیکنهای مرتبط با فوتبال اسپانیا در تیمهای بزرگ عربی یکی از بزرگترین رقابتهای نقل و انتقالات تابستونی رو به خودش اختصاص داد. بوسکتس، جوردی آلبا، ناچو، بنزما، مودریچ و حتی آلوارو موراتا از جمله نامهایی بودند که در هفته‌های اخیر به تیم‌های عربی لینک شدند، اما همگی اونا نسبت به حضور مسی در عربستان در اولویت دوم قرار دارند. خوشبینی اعراب در تضاد با انتظار و وقفه‌ای که اطرافیان مسی می‌خوان در مورد آینده اون انجام بدن. چیزی شبیه به اون چه که با کریستیانو رونالدو و تا چند روز قبل از آخرین سفر اون به ریاض رخ داد. علاوه بر این، بارسلونا همچنان به عملیات بررسی و آنالیز صورت‌های مالی و اقتصادی برای دریافت تاییدیه لالیگا ادامه میده. زمان در حرکت و این به نفع بارسا نیست. پیشنهاد اقتصادی این تیم عربی به اون چه که بارسلونا میتونه ارائه بده ربطی نداره. عامل احساسی برای بازگشت به لباس بلوگرانا سنگینی میکنه، اما اصرار دولت عربستان میتونه مسی رو متقاعد کنه که راهی تیم سعودی بشه. نظر شما در مورد این انتقال چیه؟ به نظرتون مسی بالاخره بازیکن الهلال میشه یا به خونه خودش بارسلونا برمیگرده؟